محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای قائدی، اینکه بزرگترین حملات پهپادی در این مدت در ماه‌های گذشته دیشب بوده در بحبوحه جنگ اسرائیل و حماس، نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، از اون ور هم که همکاری‌ها با چین برای ساختن یک تونل زیر آبی، چطور می‌بینید فعالیت‌های روسیه رو؟ خوب داره از فضا استفاده می‌کنه. درود به شما و مخاطبین برنامه. همینطوری که شما میگید و این تونل در واقع برای روسیه بسیار مهمه، چون اشاره کردید دو بار پل کرچ یا پل کریمه توسط نیروهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفته و این پروژه نشون دهنده روابط نزدیکتر مسکو و چین هم هست، به نوعی وابستگی مسکو به چین رو در آینده نشون میده. اما اگر بخوایم در مورد اهمیت پل و تونل صحبت کنیم، این خیلی وابسته به اهمیت کریمه برای هم مسکو و هم برای اوکراینه. برای هر دو کشور اهمیت هم نمادین داره، هم استراتژیک داره و هم لوجستیک. به جهت نمادین، اوکراین تصرف کریمه رو به نوعی به اشغالگری روسیه پیوند زده و یکی از هدف‌های جنگیش بعد از آزادسازی مناطق شرقیش در واقع آزادسازی همین کریمه هست. آقای پوتین هم پل کریمه و الان این تونل رو به نوعی پروژه‌های شخصی خودش تعریف کرده، این رو بازیابی قدرت قدیمی روسیه میدونه و به جهت نظامی هم بهش کمک میکنه که خطوط که در جنوب و شرق اوکراین داره رو بتونه به شکل تدارکاتی اونها رو حفظ کنه و همینطور کمک میکنه به اینکه بتونه محاصره دریایی در واقع اوکراین رو در جنوب این رو هم حفظ کنه. و حالا این پروژه علارغم پیچیدگی هایی که داره، یعنی یه چیزی هولوش شاید 5 میلیارد دلار هزینه داشته باشه، یه چیزی هولوش شاید اگر بخوام یک مثالی بزنم، نزدیکترین پروژه به این کار یک پل تونلیه که قرار آلمان رو به دانمارک وصل کنه. اون پروژه در شرایط غیر جنگی چیزی هولوش 9 سال زمان میبره و 9 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. ما در نظر بگیریم که این تونل در شرایط جنگی قراره که ساخته بشه، چیزی هولوش 5 میلیارد دلار هزینه میبره و شرکت‌های چینی که این پروژه رو بسازن مسلماً مورد تحریم آمریکا و اروپا قرار خواهند گرفت. باید ببینیم علارغم این موانع این پروژه چطور پیش خواهد رفت. محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از واشنگتن، ممنونم از شما.